با سلام های گرم به شما، به شما که همچنان در خط مقدمه این انقلاب هستیم. همراه با شما برنامه همراه این هفته رو تقدیم می کنم. بینندگان عزیز، این برنامه رو اختصاص دادیم همچنان به خطر اعدام هایی که بر سر جوانان مردم ایران حکم فرماست. جمهوری اسلامی برای موندنش به اعدام ها و آدمکشی های بسیاری رو آورد و مردم ایران جواب این رژیم جنایتکار رو با تلاش برای نجات برای محکومه به اعدام دارن میدن. شب و روز در خیابان ها ما شاهد این نبرد تن به تن هستیم بین مردم و این حکومت کودک کش، جوان کش و انسان کش. در حال حاضر سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی، سه جوان معترض اصفهانی رو گذاشتن در خط مقدم اعدام و بر این حکایت سنگر دومی که مردم ایران در حال فتح کردنش هستند شکل گرفت، سنگر نب اعدام. و در این خصوص ما جویای فعالیت های عزیزان ایرانی، مردم خوب ایرانی در سرتاسر جهان خواهیم بود. مصاحبه ای خواهیم داشت با سیاوش مدرسی، دبیر تشکیلات خارجی حزب کمونیست کارگری ایران. سلام می کنم به شما سیاوش مدرسی گرامی، خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام مجدد خدمت شما صدف عزیز و نگار نازنین، مرسی از دعوتتون. خواهش میکنم، مرسی که اینجا هستید، با ما هستید. سیاوش مدرسی، تلاش هایی که تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری در سرتاسر اروپا و آمریکای شمالی و همینطور استرالیا کرده واقعا چشمگیر بی‌نظیره و جای قدردانی و تشکر داره. دست مریضات، خسته نباشید. شما فراخوانی دادید در چند روز گذشته به تمام ایرانیان خارج از کشور. دلم میخواد اون فراخوان رو که میلاد ربیعی برامون بازخوانی کردن اول بشنویمش با بینندگان عزیزمون و بعدا برمیگردم و با شما صحبتها و سوالاتی که مطرح هستش رو شروع میکنم. صحبتی با ایرانیان مقیم خارج، ایرانیان آزاده و مخالف حکومت، نقش شما در همراهی با مردم به پا خواسته در ایران در 8 ماه گذشته بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است. شما صدای مردم ایران را به افکار عمومی مردم انسان دوست جهان رساندید. تظاهرات های بزرگ و پشت سر هم شما دول غربی را نیز وادار کرد کمتر با جمهوری اسلامی مماشات کنند. شما دلگرمی بزرگی برای جوانانی بودید که قهرمانانه در مقابل جنایتکاران اسلامی به میدان آمدند و اکنون که جمهوری اسلامی دست به اعدام‌های گسترده زده تا مردم را مرعوب کند، انتظار می‌رود مثل ماه‌های اول انقلاب با قدرت بیشتری و در تجمعات بزرگتری به خیابان بیایید و دول غربی را تحت فشار بیشتری بگذارید که از هر نوع سازشی با جمهوری اسلامی خودداری کنند و امکانات خود را علیه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعدام به کار گیرند. جمهوری اسلامی در 3 هفته گذشته بیش از 70 نفر را در سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور اعدام کرده است تا در مقابل مردم انقلابی قدرت نمایی کند. می داند که مردم کوتاه نمی آیند. زنان شجاعانه شیشه عمر حکومت را به زمین زده اند و حکومتیان می دانند که حریف آنها نمی شوند. مفتخوران حاکم می دانند که این مردم را نمی توان بار دیگر به خانه فرستاد. می دانند که موجهای بعدی انقلاب عظیمتر از ماه‌های گذشته در راه است. اعدام‌ها قبل از هر چیز وحشت حکومت است که راهی برای فرار و برون رفت از مخمصه ندارد. حضور پرقدرت شما در خیابان‌های کشورهای دیگر در چنین شرایطی می‌تواند به اعدام‌ها پایان دهد و روحیه تازه‌ای در کالبد انقلاب بدمد. و نه تنها این، بلکه باید با حضور قدرتمندمان دول غربی را وادار کنیم سپاه را یک نیروی تروریست اعلام کنند
سفارت‌های جمهوری اسلامی را تعطیل کنند و کل حکومت را بایکوت سیاسی کنند. موقعیت رژیم بسیار شکننده است و تظاهرات‌های خارج و بسیج افکار عمومی مردم جهان عامل مهمی در تقویت انقلاب و تخریب حکومت است. شنبه‌های اعتراض را در هر شهر و کشوری سازمان بدهیم. با جمعیت‌های بیشتر به میدان بیاییم و با تمام قوا به یاری مردم در داخل کشور و تقویت انقلاب زن، زندگی، آزادی برخیزیم. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی. نابود باد جمهوری اسلامی. سیاوش مدرسی، دبیر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران، 14 مه 2023. سیاوش مدرسی، در چند هفته گذشته اعدام ها رو میبینیم که به طرز چشمگیری دوباره افزایش پیدا کرده. بدون فوت وقت میخوام نظرت رو در مورد این اعدام ها و واکنش اونها در ایران و واکنش رژیم به آنچه که در خیابان ها و در اطراف زندان ها داره صورت میگیره بپرسم. ببینید، اینی که جمهوری اسلامی با اعدام اصلا حیات متولد شد و در خرداد 1360 و با اعدام حکومت کرد، با سنگسار زندگی کرد، با شلاق و نمیدونم تمام این تبهکاری ها موند 40 سال، همه میدونیم. یعنی یه درک عمومی، نیازی به توضیح نیست که این حکومت اگه یک هفته اعدام نکنه، یک هفته این قوانین کثیفش رو حتی تخفیف بده، سرنگون شده، نمیتونه ادامه پیدا کنه. نه برنامه اقتصادی داره، نه برنامه برای اداره مملکت داره. اصلا حکومت اداره مملکت نیست. حکومت بزن به چاپ، انقلاب رو بکوب، مردم رو سرکوب کن، توی توازن و قوای معین تو منطقه و تو ایران به حیات کثیف و انگلیشون ادامه بدن. اما شرایط امروز خیلی ویژه است. شرایط خیلی خاصیه که تو حیات کثیف این رژیم واقعا نوبره. تا حالا چنین چیزی نبوده. یعنی مردمی که سال 60، خرداد 60 به بعد مرعوب شدن با اعدام ها و کشتارهای 60 و 68 و بعدش، امروز علیه این ارعاب بلند شدن. دیگه ارعاب رو شکوندن دیوارشو. فریادهاشون اینه که نمی ترسن، بیا به میدون، و این توازن قوا داره به نفع مردم تموم میشه. مردم حمله میکنن. ببینید همین الان این جنبش بگیر و ببند سر حجاب. حجاب هویت جمهوری اسلامیه. حجاب لباس نیست، فقط پوشش نیست که اختیاری باشه یا نباشه. در اختیاری ترین حدش معنیش اینه که زن نصف مرده طبق قوانین شریعت. در دموکراتیک ترین حالتش معنیش اینه تو اغواگری، منو میخوای فریب بدی. اینی که حق حضانت نداری، اینی که فلان نداری، یعنی رفتی توی قوانین اسلامی که پرچم علنیش حجابه، در هر شکلی، در هارترین شکلش اینیه که تو ایران اتفاق میفته. میبینیم عربستان سعودی، سودان، توی افغانستان. منظورم اینه که این اسلام سیاسیه. خب تو این کشمکشی که بین ما مردم و جمهوری اسلامی هست، مردم امروز فشار خیلی آوردن، به خصوص نسل جوان، به خصوص خانوما و جوونا. عذر میخوام. فشار آوردن. جمهوری اسلامی در درون خودش با موجودیتش حتی زیر سوال رفته. دیروز تو این کشمکش اینا نتیجه انقلاب زن، زندگی، آزادی این بوده که به قول خامنه ای خدای سال 60 رو بیارن. یعنی کشتار، ارعاب، اعدام، همه این کارا خدای سال 60 این بود. و این کارو میخواد بیاره وسط و مردم وایسادن جلوش. من امروز شنیدم که تو مدارس دولتی امتحان ایدئولوژیک برای ثبت نام بچه‌ها گذاشتن.
باباتون نماز میخونه، مادر نماز میخونه، امام علی کی بود، چند تا زن داشت محمد؟ دقیقا در سال 60 هم این کار رو میکردم. من یادم به عنوان کودکی که مدرسه میرفتم اون موقع ها، اومدم از مدرسه، از کجا نمیدونم، ولی توی مدرسه دونه دونه بچه ها رو سوالای ایدولوژیکی خانوادگی ازشون پرسیدن. اینو بچسبونید به کشتار خیابون، اینو بچسبونید به اعداما. دو تا جوان رو گرفتن به جرم اینکه به مقدساتشون توهین کرده، در زمانی که مردم تو کف خیابون دارن توف میکنن به تمام مقدساتشون، لگد مال میکنن تمام اتوریته ها و رهبر و مرگ برش و فریاد میزنن از کوچه و خیابون و شب و روز. و کدوم اقتدار؟ یعنی این تحرک، این تعرضی که داره میکنه استیصاله. وکلا پا شدن، جمع وسیع از وکلا پا شدن علیه این اعلاما وایسادن و قطع علم کردن. مردم رفتن تو اصفهان مانع اعدام شدن، سه نفر رو گرفتن، همه هم میدونن سناریو پوچه. خودشون متناقض حرف زدن، خودشون یه دفعه میگن اسلحه پیدا کردن، یه دفعه میگه اسلحه پیدا نکردیم. تو خارج کشور جزی از این حرکته. امروز سعی کردن تحرک تو خارج کشور رو به انفعال بکشونن، جناهای معینی گفتن نداره کیان، همه میدونن. سعی کردن تفرقه بندازن، سعی کردن جدامون کنن از هم، سعی کردن بشه اینی که کی وکیله، کی وزیره، کی شاهه. از همین امروز شروع کردن دولت درست کردن و یه مش آدم همکیپ خودشون هم جمع کردن گذاشتن اونجا، تفرقه به وجود آوردن، حمله کردن به تظاهرات ها، همه این کارا رو کردن. ولی دور اخیر نشون داد مردم متحد تو میاد تو میدونن. تشکیلات خارج کشور بر این مبنا فعالیت کرد، بر این مبنا فراخواندن، بر این مبنا وارد میدون شدیم و بر این معنا تظاهرات بسیار خوب و پرشکوه و رضایت بخشی در هر جا که بودیم و جاهای دیگه که حتی حزب نبود، مردم سازمان دادن اومدن میدان و این تعرض هنوز ادامه داره. خوشبختانه تازه آغاز کار است. متشکرم از توضیح سیاوش. قبل از اینکه بریم فیلم ها رو ببینیم، یک سوالی که اینجا مطرح شده و بارها و بارها به صورت ایمیل برای ما اومده رو باهات در میون میذارم. آیا تظاهرات هایی که تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری فراخوان میده و سازمان میده تفاوتی میکنه با اون فراخوان هایی که ما از طرف گروه های راست بالاخص سلطنت طلب میبینیم؟ چون اونها هم این تظاهرات ها رو فراخوان میدن و میگن، بعدم خیلی راحت بالاش می‌نویسن که به دفاع از شاهزاده و به حمایت از شاهنشاه ایران و این حرفا، و این کاری که میکنن عملا اثری که روی جامعه ایرانی خارج از کشور میذاره رو برامون توضیح بده که چه عملی، چه اثری داره واقعا؟ ببینید، ما طرفدار آزادی عقیده و اندیشه و بیانیم. ما جامعه ای رو میخوایم که همین امروز میگیم چی میخوایم. همین امروز داریم میگیم جامعه ای میخوایم که توش پلورالیزم باشه، تعدد احزاب باشه، آزادی باشه، هر کی حق داشته باشه حرفشو بزنه. یکی سلطنت طلب، خب بگی من سلطنت طلبم، ولی جنبشی که جنبش انقلابی رو نشونه نگیره، جنبشی که علیه جمهوری اسلامیه. ببینید، یه انقلاب علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، یه عده از این طیف ها میشن میان حق میدن سپاه پاسداران فلان کس رو کشت، واقعا و علنا اینو میگن، کردا رو کشته خوب کاری کرده، نمیدونم حتی کشتن مثلا دو نفر از یه نه اون آقایی رو که دزدیدن از سوئد و دو تا بیعتی رو، بله، حتی خوشحال بودن، تبریک گفتن، بله. خب ببینید، اینجا میگم اون وقت این مرز ما رو مخدوش کرده، مرز انقلاب ما رو، انقلاب ما علیه جمهوری اسلامیه، خواست ما آزادی عقیده است و دفاع از حقوق پایه‌ای انسانه. اگه کسی به اسم مخالفت با جمهوری اسلامی موافقت با کشتار رو، موافقت با سنگسار، موافقت با زنگ ستیزی، یکی ممکنه بیاد بگه من مسلمونم، باشه مسلمونی، بگه حجاب دین منه، پس شما مبارزه نکنید علیه حجاب، مردم چی جوابشو میدن؟ مردم تو کردستان تظاهرات میکنن، توی آذربایجان، توی خوزستان شعار میدن، کردستان، آذربایجان، خوزستان، سیستان،
چشم و چراغ ایران، بلوچستان چشم و چراغ ایران. خب اینو میگن مردم. حالا یکی بیاد فرد، گروه، سازمان، هر کی بگه نه نه خوب کردها رو بکشن، عربا رو بکشن، بلوچا رو بکشن، ما میهن در خطر است. تمامیت ارضی. ببینید ما ارزش های خودمون مبنای کارمونه. اینی که اونا پرچم دارن، شاپرستن، هر چی هستن، چیزی که به خودشون مربوطه. منتها تو مبارزه علیه جمهوری اسلامی کلیت نظام رو ما نشونه میگیریم، اون چی که در ایران اتفاق افتاده. مردم تو ایران دارن داد میزنن، سپاهی داعش ما شمایید، این طرف آب دارن میگن شما بیاین بچه های خوبتون بیاین با هم متحد چیم برین تو ارتش با هم دیگه جامعه رو نگه داریم. خب داره میگه سپاه پاسداران بخش عظیمش بمونه که با منه دیگه. دقیقا. اما منظورم اینه که این تعارضاتی که هست تعارض با حزب کمونیست کارگر ایران نیست، تعارض با انقلاب ایران و مطالبات انقلاب ایرانه. مردم ایران عبور از جمهوری اسلامی، نابودی جمهوری، هیچ وجهی از این حکومت رو نمیخوان. همین الان اینایی که امروز دارن حمله میکنن به مردم، وزارت اطلاعات اسمشونه، سپاه پاسداران اسمشونه، همه اینان، اینایی که لگد تو چارپ زیر چارپای پای اعدامی میزنن، همینان. بله. اینایی که شوکر و باتوم و شیمیایی میزنن تو حلق دخترای ما و بچه های ما، همینان. خب این تعارضش با انقلابه، نه الزامن با حزب کمونیست کارگر ایران مدافع انقلابه. به این اعتبار با ما تناقض. ما مشکلی نداریم اینا بیان با این خواسته، با مطالبات رادیکال، با مطالبات انقلاب ایران، نمیگم حتی رادیکال چون رادیکال هست، با مطالباتی که تو کف خیابون مردم دارن فریاد میزنن، اعدام میشن، کشته میشن، شیمیایی میخورن، ساچمه میخوره تو چشمشون و اعضای بدنشون، با این مطالبات بیاید وسط. اینه که گفتم تفرقه به وجود آوردند و خوشبختانه این دور جدید، این اعتراضات جدید یه مقداری ایزوله شدن، دارن پرت میشن که این نگاه داره پرت میشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. موافق باشی بریم دوتا کلیپ از تظاهرات هایی که روز شنبه هفته گذشته برگزار شد رو ببینیم و ادامه میدیم صحبت با شما. بینندگان محترم با درود به شما، ما امروز در مرکز شهر فرانکفورت جمع شده ایم تا اعتراض خودمونو علیه نسل کشی که نظام کثیف اسلامی ایران را انداخته از اعتراض کنیم. اینجا جمع شده ایم تا اعلام کنیم نظام کثیف اسلامی ایران نمیتواند انقلاب زن، زندگی، آزادی را خونالود کند. ما اعلام می‌داریم همینجا تا نظام کثیف اسلامی ایران سرنگون نشود، خیابان‌ها را خالی نخواهیم کرد. محمد امین کمانگر، عضو حزب کمونیست کارگری ایران، شهر فرانکفورت. با سیاوش مدرسی هستیم، دبیر تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران. سیاوش، در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف به ابتکارهای گروه‌های مختلف و مثلا خانواده‌های دادخواه، جوانان محلات، در کلاب هاوس‌ها از
به هر حال گروه های مختلف برنامه های خیلی جالبی رو ما میبینیم که به صورت ابتکاری داره انجام میشه. مثلا هشتگ همه با هم هستیم و یا هشتگ زمین گرده، اینا چیزایی هستش که در هفته اخیر خیلی ترند شد و به معنای واقعی کولاک کرد، اتحاد مردم رو نشون داد. ما میخوایم نظر شما رو داشته باشیم از این فراگیری اتحاد مردم در سوشال میدیا. ببینید، خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. من باید اینم میگفتم که خیلی ممنونم شما یادآوری کردید. ببینید، همینه که تو ادامه بحثامون، مردم در داخل کشور اینو میخوان. مردم فریاد رادیکال میزنن ما همه با هم هستیم. فریاد نمیزنن بخشی از سپاه با ما بیاد، ما و بخشی از سپاه با هم هستیم. مردم دارن میگن زمین گرده، یعنی بگرد تا بگردیم به هم میرسیم، یعنی اینجوری نیست. مردم پر از خشم جامعه. ببینید، باید به مردم اصفهان واقعا دست مریضات گفت. ببینید چه قوقایی به پا کردن دم زندان دستگرد. اعلام کردن که این بچه ها گروگان گرفتید از ما، بچه منه، فرزند منه، نمیذارم بکشیش. با چه زبانی مردم؟ کجای دنیا چنین عظمتی بوده؟ ببینید، این ناشی از یه فرهنگ بسیار والاییه که زن زندگی آزادی نمایندگیش میکنه و دقیقا در مقابل کسانیه که وای میسن در مقابل این انقلاب، اهداف رو تیکه تیکه میکنن. سوال بعدی رو بعد از دیدن دو فیلم دیگه، دو کلیپ دیگه از شما خواهم داشت. They killed women, they killed men, old age, young age, just under various title. The international community should not be silent. The human rights of the world should ask the Islamic Republic to answer for so many crimes. These are the lives of our loved ones who are unjustly taken. My word is with the brave people of Iran. We assure you that we will do everything we can. And we will not back down under any circumstances. We will stand until the end, and we will not rest until we hand over the agents of this fascist regime to the fair courts. تمام این چند ماه استوار امیدوار به خیابان آمد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا باید بداند که تنها با محکوم کردن و دادن قولهای توخالی و تحریم کردن چند ارگان و عده‌ای به درد نخور نظام نمیتواند دم از حقوق بشر و صلح بزند. وقتی پشت درهای بسته با جمهوری اسلامی معامله میکند و بر روی جنایتهای آنها سرپوش میگذارد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! تمام سیاستمداران دنیا، چه در کانادا، چه در آمریکا، چه در اروپا و استرالیا که بر روی جنایت‌های جمهوری اسلامی سرپوش می‌گذارند، خود شریک جرم هستند. دست تمامی شما هم به خون انسان‌های بی‌گناه آغشته است. اما شما دولتمداران و سیاستمداران چه کردید؟ غیر از نادیده گرفتن و چشم بستن چه کردید؟ فرق شما با جمهوری کثیف اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی که بار دیگر ماشین کشتارش را به راه انداخته است و دست دست جوانان وطن را در زندان‌ها به پای چوبه دار برده است تا به خیال خود بترساند و خفه کند. اما علی خامنه ای هیهات از خشم مادران دادخواه،
پیهان از مشهای گره کرده پر از خاک کودکان یتیم شده، پیهان از بغضهای پر از خشم ما. تا آخرین نفس مبارزه خواهیم کرد، تا حتی فردای فروپاشی عوامل جمهوری کثیف اسلامی و آقازاده هایشان هیچ جای امنی برای زندگی نداشته باشند. علاوه بر 3 نفری که در اصفهان به اعدام محکوم شدند، 6 نفر دیگر در جنوب کشور در سلول‌های انفرادی هستند به اتهام‌های مختلف و برای حکم اعدام. همینطور 4 نفر زندانی دیگر در زندان‌های اصفهان، دستشهر اصفهان، به نام‌های فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی در ارتباط با اعتراضات دیماه دستگیر شدند. این نکته مهمه که برادر مهران بهرامیان به اسم مراد بهرامیان در اعتصابات سمیروم توسط نیروهای سرکوبگر به قتل رسید. عملا جرم ارتداد به اونها داده شده و هنوز حکم بر صادر نشده برای این 4 نفر، ولی احتمال این حکم اعدام برای این 4 عزیز واقعا وجود داره. میخوام از شما اینو بپرسم سیاوش مدرسی، این اعدام ها با به این شکل فعلی و دست جمعی با اون سیستم های اعتراف گیری چطور هنوز داره کار میکنه؟ ببینید، رژیم یه لیست بالا بلند همیشه داره، یه سری گروگان داره. اگه میخواد رابطهش رو با دولت سوئد تعریف کنه، دو تا وضعیتی رو دزدیده گرفته یه جا، ابزار معاملشه. اگه میخواد پول بگیره میره این کارو، اینو رسما رضایی حتی اینو اعلام کرد، پول نداشتیم این کارو میکنیم. و رسما علنیه، هیچ کدوم از اینا بازی کارت مخفی نیست، همه روباز برام بازی میکنن. وقتی رو به مردم حرف میزنه میگه من دولتم اقتدار دارم، میگه میکشم. همیشه این کارو کرده. بنابراین یه لیست بلند بالا داریم که اصلا مهم نیست جرمی کردن یا نکردن، اصلا مهم نیست قوانین جمهوری اسلامی این چی گفته چی نگفته، سیاسیه. خمینی گفته بود حفظ رژیم اوجب واجبات است، اینا هم همینطورن. اینو همه مردم میدونن، این چیزی نیست که ما بخوایم افشاگری کنیم، گذشته اون دوره. امروز مردم همه میدونن رژیم چیکار میکنه، چرا این کارو میکنه و هدفش چیه. خب من یک سوال از تو دارم اینجا سیاوش مدرسی. ما کشورهای دیگه هم داریم در دنیا که حکم اعدام در اونها هم انجام میشه، مثل چین، مثل بعضی از ایالتهای آمریکا، واقعا عربستان سعودی. اونا انگیزشون چیه؟ اونا مردم چه برخوردی باشون میشه؟ یعنی میخوام ببینم که این سیستم که این رژیم میاد بچه ها رو میگیره بنابر خواست خودش میبره اعدام میکنه، خب اعدام در اون کشورها به چه ترتیب صورت میگیره و چه باستابی داره در جامعه؟ ببینید، استدلالای متفاوتی هست که پایه و اساس اینها همش، تمام این نگاه ها نگاه قرون وسطاست به رابطه انسان با جامعه، رابطه انسان با انسان. اینا تصور میکنن چشم در مقابل چشم تبدیل شده، همین چیزی که الان تو جمهوری اسلامی قصاص اسمشو گذاشتن. منه که پسرم رو کشتن، دخترم رو به قتل رسوندن، میکنن دادخواه، میکنن جامعه، من میکنن قاتل. من این اون رفتاری رو بکنم که اون با بچه من کرده، برم لگد بزنم زیر چارپایش، آویزونش کنم، بکشمش بالا، به قول خود تهرانی. این منطقش یک چیزه، اینه که خیلی جاها بشریت امروز به این رسیده که اعدام پاسخگو نیست. حفظ نظم در جامعه، ترسوندن مردم. همین آمار نشون میده هر جا که تو ایالت‌های آمریکا حکم اعدام هست، جنایت تو خیابون بیشتره. دلیلش هم خیلی روشنه، شما عادیش میکنید. من کشتن آدم رو قانونی میکنم، خب این کارو فردم میتونه بکنه، ولی وقتی این ممنوع باشه کشتن، هم برای جامعه است هم برای فرده. چرا اینقدر آمار تیراندازی تو این کشور آمریکا زیاده؟ چرا قتل زیاده؟ دقیقا تو جاهایی که
حکم اعدام هست. دقیقا آمار دادن جایی که حکم اعدام وجود نداره قتل هم خیلی کمتره آمارش، نه اینکه مطلقا نیست. بیاید تو اروپا که عموما ممنوعه نگاه کنید، ببینید قتل خیلی کمتر از آمریکاست، از عربستان، از ایران، از چین. به هر صورت منظورم اینه که جمهوری اسلامی هدفش اینه و مردم این رو خیلی خوب میدونن و دارن پاسخشو میدن. پاسخ بسیار پرشکوهیه که دارن میگن تک تک این آدم ها بچه های ما هستن. مردم دارن، مردم اصفهان تو دستگرد زندون مرکزی اصفهان گفتن که این اعدام فقط قصاص نیست، علیه ماست، علیه تک تک ماست، ما مخالف حکم اعدامی. و همینطور نگاه کنید تمام اتحادیه‌ها، سندیکاها، نهادهای مترقی که تو حالت انقلابن دقیقا این کارو کردن. اینه که من فکر میکنم خارج کشور هم در همین سطح ما تمام تلاشمونو خواهیم کرد و به این سمت خواهیم رفت و امیدوارم همدوش مردم شعار با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم بگر تا بگردیم زمین گرده روزگار اینطوریه سرنگونتون میکنیم. اون روز ممنون از توضیحت. بریم و کلیپ های بیشتری رو ببینیم از تظاهرات های شنبه 13 ماه می در حمایت از اعتراضات مردم علیه اعدام در ایران. Iraq, Isfahan, Tehran, Shiraz and all the cities, Islamic regime activating their killing machine. I think we mentioned that. Thank you. سلام درود برای شمایی که اینجا تشریف آوردید، بر تمام آزادی خواهان جهان مرسی از اینکه شما صدای مردم ایران هستید در غرب، مخصوصا در ونکوور. من خیلی تشکر میکنم. به بلوچی یه بیت میخونه، میگه که گوسرانی گردگا زنده ایالانا کشه بوها داره چپ بوتالانی ها. میگه با اعدام کردن، کشتن نمیتونی بوی گلا نگه داری که از این که پخش نشه. زن زندگی آزادی، زن جیان آزادی، زن جیان آزادی، وومن لایف فریدم، وومن لایف فریدم. این بلوچستان در عرض این 120 روز که شما شاهد هستید بیش از 81 نفر مردم در بلوچستان به اعدام به دار آویخته شدن، به دار کشیده شدن به خاطر جرمای مختلفی. به خاطر اینکه این شدت اعدام را زیاد کردن تا اینکه به مردم بلوچ یا حتی کل ایرانی ها، چه کردستان، چه خوزستان، چه آذربایجان، چه لرستان، چه گیلان، چه اصفهان، تمام شهر ایران میخواد ترس و شر ما بین مردم ایران بندازن تا این مردم برای آزادی خودشون عقب نشینی کنن. جنایت دیگه از به نوع مختلف، یا با تیر بکشیم یا با سم بکشیم، کشتن کشتنه، فرقی نداره. ما باید با هم اتحاد بشیم، تمام مردم ایران، تمام سازمان سیاسی برای حقوق مردم خودشون به پا خیزن، چون این جمهوری اسلامی دوست مردم ایران در اصل نیست. این یه فاشیست ایدئولوژیک اسلامی رسیست مذهبی شیعیزم هست که در تمام دنیا کارش ارگنایز کردن تروریسم دنیا و اینه که این سپاه پاسداران یک سپاه تروریستی هستش. ما خواهان تحریم سپاه پاسداران توسط کشورهای دموکراتیک و بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مخصوصاً یونایتد نیشن، سازمان ملل متحد، یه سازمانی هست که بعد از جنگ جهانی دوم اینو درست کردن که در دنیا پیس، صلح، آرامش باشه. حالا توی کانسلر هومن رایتس سازمان ملل جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن که مدیریت حقوق بشر دنیا را به دست یک کسی که خودش خائن هستش، خودش مردم را داره قتل عام میکنه، حقوق بشر سازمان
متاسفانه برای تغییر جمهوری اسلامی دادن. متاسفانه ما همه باید با هم اتحاد باشیم به سازمانهای جهانی و کشورهای کل دنیا بخوایم که جمهوری اسلامی را از کنسول سازمان ملل حقوق بشر اخراج کنند. ما تظاهر کنندگان شهر مالمو خواهان این هستیم که اعدام‌ها در ایران باید فوراً متوقف شود و همه احکام اعدام باید فوراً لغو گردد. ما به همراه مردم ایران به دنبال سرنگونی و نابودی رژیم اعدام جمهوری اسلامی هستیم. این دردها، رنجها، بی‌عدالتی نمی‌تواند من و ما را ساکت کند و من و هزاران پدر مادر دیگر در مقابل این ظلم و ستم سکوت نخواهیم کرد. مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی and many more, not to only mention dual national Jamshid Sharmat, are some of the lives at grave risk of execution in Iran at any moment. نابود باد حکومت اعدام. سیاوش مدرسی، برمیگردم با شما با آخرین سوالم. میخوام ازت بپرسم برنامه های تشکیلات خارج حزب در هفته های آتی در چه چارچوبی خواهد بود؟ ببینید، سیر رویدادها اینقدر زیاده، اینقدر حوادث تون پیش میاد که خیلی وقتا قابل پیشبینی نیست کنکرتی اتفاق. ولی تشکیلات خارج و مردم عموما تو خارج کشور، اینو من دوست دارم بگم، و اساسا تمام یعنی مردم خارج از کشور هم دل و هم صدا و هم رأیان با داخل. ما آماده باش کاملیم، علیه اعدام ها کارمون رو ادامه میدیم در اشکال متفاوت، کار لابیستی، گفتگو با پارلمان ها، با دولت ها، با نهادها، فشار به جمهوری اسلامی. آخرین فضاحتی که به بار آوردن این که جمهوری اسلامی رو کردن رئیس یه جلسه ای که تو سازمان ملل، اینا توطئه است واقعا، یعنی وقاحت شرم‌آوره. باید اینا رو سر جاشون چپوند. اینا خیلی جاها منافع مالی پول حساب کنه همه کاری میکنن. بله. یعنی مردم اینطوری هم، دولت ها اینطوری نگاه میکنیم، حتی پارلمان های اروپا. به هر حال ما تو میدونیم، هم دلیم، هم صداییم، هم رزمیم و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم شعار مرکزی ماست و نابودی جمهوری اسلامی، و حتما ادامه خواهیم داد علیه اعدام در تمام ابعاد برای بایکوت نهایی جمهوری اسلامی و اخراجش از تمام نهادهای بین المللی. متشکرم از توضیحت. بریم و باز هم کلیپ هایی رو که در هفته گذشته در طول هفته گذشته بر ما فرستاده شده ببینیم. امروز جمعه 12 می در جلوی سی بی سی در اعتراض به اعدام های اخیر، موج اعدام های اخیر از طرف دانشجویان دانشگاه تورنتو فراخوان داده شده و اینجا جمع شدن جلوی سی بی سی، تلویزیون و رادیو رسمی کانادا. همچنین به خواست اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست تروریستی قرار بدن. روز جمعه 12 می جلوی سی بی سی در تورنتو. Woman Life Freedom، زن زندگی آزادی. اعتراضات بلوچستان همچنان ادامه داره، جمعه ها هنوز هست و مردم همچنان در خیابان هستن و علی‌رغم تمام قتل ها، اعدام ها و خونریزی های جمهوری اسلامی، مردم بلوچستان شجاعانه ایستادن و این شعار ایستادیم تا پایان رو دادن که در این اعتراضات به چشم میخورد و برای خود من واقعا تکان دهنده بود، این هوشیاری مردم بود، این اعتراض و این مبارزه بسیار زیبای مردم بلوچستان بود. زنده باد، از اینجا زنده باد به مردم بلوچستان میگیم. زنده باد مردم بلوچستان. بلوچستان تنها
کاوش مدرسی، ممنونم از حضور در این برنامه، از توضیحات خوبی که دادی. فقط جهت تکرار صحبتهایی که داشتیم، این لیست رو که از مالمو در سوئد، از لوند در سوئد، از استکهلم در هلند، از هلسینگی در سوئد، از انگلستان، لندن، شهر لندن و ونکوور و تورنتو کانادا، از شهر کوپنهاگ، از واقعا شهرهای مختلف در آلمان مثل فرانکفورت و کاسل، همینطور در استرالیا شهر سیدنی، واقعا بازوهای این تشکیلات خارج به همه شهرهای مختلف رفته و برگزار کردنش بسیار بسیار زیباست. دست درد نکنه، خسته نباشی، به امید به ثمر رسیدن تمام تلاش های شما و تمام عزیزان با شما خداحافظی میکنم. ممنونم و تشکر از شما و تشکر از تک تک عزیزان، اونا بار اصلی رو بر دوش داشتن و بچه های رفقای میدانی ما، عزیزان ما و همه مردمی که در این جنبش، در این اعتراض هم جبهه و هم سنگر و هم هدفیم. مرسی. متشکرم. قسمت پایانی این برنامه رو اختصاص دادیم به گزارشی از فستیوال فیلم آلمان. در هفته گذشته این فستیوال برگزار شد. یاسمین شاکری، خواننده و رپیست بسیار معروف ایرانی، در این فستیوال شروع کرد اوپنینگ این برنامه رو و به زیبایی دو آهنگ خوند، یکی کاملا به زبان آلمانی و دیگری تلفیقی از آلمانی و فارسی. شما رو دعوت میکنم به دیدن قسمت های از این برنامه. کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم، کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن باهاتم. Thank you.
Die Flagstaffs! Und Family! Woo! Ja! Okay! Okay! Hi! به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه دیگر مواظب خودتون باشید و روز و روزگار بر شما خوش باد.